یه آقا، شما بیه، یه خانم. خانم، شغل شما چیه؟ من خانه دارم. خانه دارین؟ شما قربان؟ من کارمند بیمارستان. بیمارستان چه میکنین؟ پرستاری قسمت درمان. بسیار خانم، حریم شخصی چیه؟ حریم شخصی چیزیه که همسر من درباره من نداره. بیشتر توضیح بده. الان مثلا من گوشی همسرم همیشه دست منه، بعدش میگه که شما خودتون هم گوشی داری، مثلا استفاده کن گروه هایی که من هستم و خب خودت برو با گوشی خودت، که میگم نه نمیشه، خب استفاده مثلا علکی نکنم، که خب وقتی هم که اصلا استفاده نمی کنم گوشی رو، آخر شب که میان خونه وقتی خودشون دارن میرن تو گوشی مثلا بخوان کانال هاشون و گروه هاشون رو چک کنن، همون موقع منم باید باشیم. آها، ایشون پیش شما حریم شخصی ندارن؟ بله. تشریف دارن؟ بله. بمیرن. ایشون راضی هن از این موضوع؟ که به نفع خودشون کار میکنن. به نفع خودشون. الان 5 ماه گوشیم شکست، خب نمیخرم، میگم چه استفاده. خب گوشی تو همیشه دست من. آها، استفاده علکی نکنی. خیلی هم عالی، خیلی هم. آقا، حریم شخصی بیمار چیه؟ بالا. حریم شخصی بیمار که بتونیم همه چیزشون رو فراهم کنیم، نذاریم یه جوری باشه که مثلا بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن، ما تمام کارهای خودشون رو انجام بدن؟ این که مثلا وارد حریم شخصیشون نشیم، کاراشون انجام بدیم. خب؟ وارد حریم شخصیشون نشیم، تو کارهای مثلا تو کارهای شخصیشون دخالت نکنیم. خب؟ شما حریم شخصیتون کجاست؟ یعنی ماها تو جامعه حریم شخصیمون چیه؟ هر کسی واسه خودش حریم شخصی خاصی داره، حالا متنوع فرق میکنه، حالا فرق میکنه دیگه. حالا خانم، شما به حریم شخصی اعتقاد ندارین پس؟ نه دارم، خب ولی خب نسبت به همسرم. فقط همسر حریم شخصی نداره، بقیه دارن؟ بله. شما هم دارین؟ بله، من خودم همسرم چون مغازه داره مثلا پیششون میرم، خب بعضی موقع مثلا میشه که بعضیا میام مثلا سوالایی میپرسن که جزء حریم شخصی میدونم و دوست ندارم جواب بدم، یا جواب سرم بالا میدم، یا اینکه ترجیح میدم سکوت کنم. خب خانم، بهتر بودن دست بالا. آقا، خیلی مظلومه. نه، بذارین به هر دو جایزه بدین. اشکال نداره. آقا شما چیزی نمیخواین بگین؟ نه؟ خیلی ممنون. بفرمایید. یه تبلته برای شما؟ میشه تبلت رو نگیریم؟ چرا؟ جاش بی ام و بگیریم؟ ما. من چقدر ساده هم میگم، چقدر مظلومه. یه بی ام و لطف کنیم. برای بردن بی ام و که اینجوری نیست، باید شما همون کاری که گفتم مثلا 1 و
ارسال کنید به 3080 بعد تو مسابقه شرکت داده بشه اینا. مراحل داره. فرستادیم. یا ستاره سه مربع مثلا. درست. اشکال نداره؟ فرستادیم. فرستادین. بله. ولی هنوز چیزی نیومده. نیومده. چون داشتیم برنده‌های بی ام و اومدن اینجا صحبت کردن، سانتافه برده بودن، بی ام و بود. تو رو خدا اینو از ما قبول. خواهش. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی. یه آقا بعد خانم بفرم. بعد خانم حریم شخصی چیه؟ بالای بالا حریم شخصی یعنی سرک نکشیدم به کارهای شخصی مردم. خب شما هیچ وقت این کارو نکردین؟ چرا گاهی وقت؟ کی؟ یه موقعی که از یه چیزی نگران میشم داخل خانواده. نگران میشین؟ بعد چی کار میکنی؟ خب یه سرکایی میکشم دیگه. کجا؟ از بچه ها یا باباشون. الان بابت باباشون ناراحت میشین به کجا سرک میکشین؟ به همون گوشی و یا مثلا سر کارشو. مخلصیم. شما بفرمایید. من حریم شخصی واقعیتش همه میگن گوشی ولی من اصلا اهل گوشی نیستم. حریم شخصی مغازمه. مغازتون؟ آره. دوست ندارم هیچ کی فروشمو بدونه، بعد صندوقمو ببینه. همین است. دیگه چی؟ دیگه هیچ کی صندوق، یعنی هیچ کی نفهمه شب چقدر فروش کردیم. هیچ کس. چرا خانم ها که میدونه؟ خانم ها خانمتون میدونن. دیگه چی؟ دیگه همینا. خانمتون پیش شما حریم شخصی دارن؟ نه. نه؟ یعنی همه چی رو باید بدونین؟ آره همه چیز. ناراحت نیستن از این موضوع همسر؟ خیلی خوشحالن اتفاقا. خوشحالین خانم؟ خیلی خوشحالین. خب؟ خب؟ من چون خوشحالن دیگه. خوشحال. دیگه چجوری میرین تو حریم خصوصی؟ نگران که میشین دیگه چیکار میکنین؟ یه موقعی فکر کنم که بچه‌م مثلا یه کار اشتباهی کرده. خب قایمکی از خودش یه تا حالا اینا رو بهشون نگو، یعنی نمیدونستن؟ امشب اولین باره میفهمن. بله دیگه پخشم نکنین که ندونه بدونه. الان کل خانواده فهمیدن که شما در طول این سالها چیکار میکردین؟ بعد از این چه خواهید کرد؟ آره اب نداره. چیزی هم دستگیرتون شده؟ نه خدای شکر بچه هم خوبن. اونجوری نیستن که. همسر؟ خوبن. یعنی تا حالا چیزی نشده که مثلا بگی ای کشف کردیم؟ آره نگرانیام بیمورد بوده. خب از این بعدم که دیگه نمیتونی ادامه بدی چون همه فهمیدن. خیلی خوب. آقا بهتر بودن دست بالا؟ خانم؟ بله. بسیار علی بفرم. خیلی ممنونم.